مهمان من در این برنامه به عبارت دیگری ویژه در شهر تورنتو کانادا یکی از چهره‌های شاخص تئاتر است. هنرمندی است که شهرت و محبوبیتش محدود به جامعه ایرانی کانادا نیست و حتی محدود به کشور کانادا هم نیست. چهره ای است شناخته شده در تئاتر جهانی. ساحل پارسا کار تئاتر را از زمان محصلی در شهر سنندج آغاز کرد و دلبستگی عاشقانه‌اش به تئاتر او را به دانشکده هنرهای زیبا کشاند و بعد کار با هنرمندان به نام این هنر همچون حمید سمندریان، بهروز غریب‌پور، مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ و هنرمندان دیگر. او مدت کوتاهی بعد از انقلاب ایران به کانادا رفت و در رشته تئاتر تحصیل کرد و کار کرد و امروز یکی از برجسته‌ترین کارگردان‌های تئاتر است. با او در یکی از محل‌های تمرینش در شهر تورنتو گفتگو کردم. آقای سهیل پارسا، به برنامه به عبارت دیگری ویژه خوش آمدید. بسیار از شما سپاسگزارم. شما در مصاحبه گفتید که در سال 1363 با همسر و پسر یک سالتون با دو تا چمدون و $300 پول وارد کانادا شدید. گفتید که نه زبان بلد بودید و نه دوست آشنایی داشتید در اینجا و باید همه زندگیتون رو از صفر شروع می‌کردید. چرا اینجوری بود؟ آیا مجبور بودید خارج بشید از ایران اون زمان؟ طبیعتاً اگر اجبار نبود در همچین شکنجه نمی رفتم در حقیقت. بله، من 82 میلادی، همون 63 شما میگید، من شادم زودتر 61 که میشه سال 1982 میلادی من از ایران خارج شدم بعد از انقلاب فرهنگی. دیگه امکانش نبود. طبیعتاً دانشجو بودم، خانمم دانشجو بود، نه ثروتی بود، نه سرمایه‌ای بود، نه هیچی. و هرچی هم که بود در این مرحله عبور و مرور و خارج شدن از ایران بالاخره از دست رفت. طبیعتاً وقتی که ما اینجا رسیدیم واقعیت بود، یعنی چیزی باقی نمونده بود و ما بس از صفر شروع می‌کردیم و زندگی نوعی رو آغاز می‌کردیم در حقیقت. و می‌دونستم که این به سادگی نخواهد بود. در نتیجه کار بود و کار و تلاش. میتونم بگم روزی شاید 16 تا بعضی وقت 18 ساعت من کار میکردم و درس میکردم. کارهای خیلی مهم و طبیعی برای مهاجران. من از اول اومدم پیتزا دلیوری میکردم، من تو رستوران کار میکردم، ظرف میشستم و همیشه هم اینو با افتخار میگم. یک جا مطرح شد، یه نفر به من گفت، دوست ایرانی بود، گفت آقا اینو نکو بدی برای شما. گفتم نه اتفاقا اینا افتخارات منه. خب حالا شما با این به هر حال سختی هایی که کشیدید و این کار طاقت فرسا در این حال تحصیل که در رشته ای که واقعا علاقه من بودید بهش، هیچ وقت یعنی همون موقع ها امیدوار بودید که این رشته در یعنی در این رشته اون هم در کانادا موفق بشید؟ واقعیت رو بخواید نه، اونقدر من امیدوار نبودم، ولی چیزی بود که دوست داشتم، چیزی بود که واقعا یعنی پل خودم فکر میکردم که شاید غیر ممکن باشه. همونطور که خیلی به من میگفتن غیر ممکنه، یعنی این مملکت به تو راه نمیدن، به تو اجازه نمیدن، چون خودشون انقدر کارگردان و تئاتری ها و سینمایی بیکار دارن، تو دیگه اینجا چی میخوای بگی؟ ولی خب من چون هدفم اون آموختن بود، بدون هیچ توقعی، بدون هیچ معامله با هستی، یعنی چیزی که همیشه ازش راضی هم این بود که بدون اینکه واقعا معامله کنم بگم من لیسانس میگیرم و میرم وارد کار میشم. میدونستم که لیسانس میگیرم 99% وارد کار نخواهم شد. من با اون عشقی که داشتم برای فراگیری و فراگیری زبان، همیشه برای خودم فکر میکردم نهایتا پس 4 سال لیسانس هم گرفتم، من نتونستم کاری بکنم، مترجم خوبی میتونم باشم. من میتونم مثلا یک سری نمایشنامه‌های انگلیسی رو به فارسی ترجمه کنم. اون عشقمو به تئاتر میتونم اینجوری ارضا بکنم. هیچ وقت شده تو این مدت‌ها یا زمان یا زمان‌هایی بوده در زندگیتون در اون دوران سختی
که فکر کردید که احیانا رها کنید این و برید دنبال یه شغل دیگه که آینده بشه بهتری داشته باشه؟ آره خب بعض وقت به عنوان یک انسان این دوچار این تزلزل می شدم، طبیعیه چون سخت بود. مخصوصا برای بس که من در یورک بودم، خیلی جالب، دانشگاه یورک، حتی یک سری از استادام، نمیگم همشون، یه سری از استادا اصلا به من میگفتن که تو وقت داری تلف میکنی، تو بیخود اینجایی، این اصلا ربطی نداره، تو چرا نمیری بیزنس بخونی، تو چرا نمیری مهندسی بخونی، تئاتر اصلا ربطی نداره، تو یعنی چی از ایران اومدی؟ طبیعتا من همیشه این چیزای به قول معروف انرژی منفی رو میگرفتم، ولی با این وجود جالب بود، نمیدونم چرا ول نکردم. خب حالا من یه سوال دیگه میکنم ازتون. شما با همه این سختی ها سر گذروندین، حالا آقای پارسا یکی از کارگردان های بسیار موفق کانادا هستید و در سطح جهانی در اصطلاح دنیای تئاتر شما رو میشناسن، و به غیر از اون عزم و ارادتون و عشقتون به تئاتر، فکر میکنید چه چیزای دیگه در زندگیتون کمک کرده که شما به اینجا برسید و موفق بشید؟ سوال بسیار خوبی میکنید. یکی از چیزهایی که همیشه بهش فکر میکنم، خیلی از من میپرسن، میگن یک دلایل موفقیت چیه، چرا؟ یه چیزی که همیشه من میگم من از سر ناچاری به طرف تئاتر نیومدم، یعنی من نخواستم سینما کار کنم، چون نتونستم اومدم رفتم تئاتر کار کردم. من از روز اول عاشق تئاتر بودم و تئاتر رو دوست داشتم. خیلی جالبه، من 85 میلادی وقتی که وارد دانشگاه یورک شدم اپلای کردم برای یورک، همه من میگفتن که فیلمم اپلای بکن، چون به احتمال زیاد تئاتر رو نمیپذیره چون متکی به زبانه. من هم فیلم رو اپلای کردم، هم تئاتر رو، هر دوتاشو پذیرش گرفتم. و وقتی که من تئاتر رو انتخاب کردم خیلی شوکه شده بودن، چون اون ذهنیت یه مقدار متاسفانه ذهنیت بیزنس معابه که تا سینما در شهرت جهانی پیدا خواهی کرد گسترده تر از، گفتم نه، این هنریه که من باش ارتباط برقرار میکنم، اون هنریه که من دوستش دارم. این یکی از عواملی بود که واقعا من تئاتر رو دوست داشتم، به عنوان هنر دوست داشتم. این عشق به تئاتر از کجا و به چه شکل شروع شد در شما؟ طبیعتا به عنوان یک جوان من همیشه حس میکردم خب میخوام مشهور بشم. ایده ای که اکثر جوان ها به طرف تئاتر و سینما میان، خب میخوان بازیگری بشن، شناخته بشن، طبیعتا اون چیز اولیه بود. ولی به مرور با کشف دنیای تئاتر، وارد شدم به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، تقریبا میتونم بگم نگاه من به مسئله تئاتر، به مسئله هنر تغییر کرد. در مرحله‌ای هم بودیم که بسیار آرمانگرا بودیم، در اوایل انقلاب بود، می‌خواستیم دنیا رو عوض کنیم، می‌خواستیم بشریت رو نجات بدیم و فکر می‌کردیم با تئاتر و هنر می‌تونیم این کارو بکنیم. طبیعتاً این گرایش، بیان اندیشه، بیان خود، یکی از عمده‌ترین عواملی بود که منو به طرف تئاتر جذب کرد و به خصوص این هنر. بسیار خوب. حالا شما در واقع دوره موفقیتتون با بعد از اینکه از دانشکده هنر دانشگاه یورک در همینجا فارغ التحصیل شدید شروع شد، و اون زمان شما در یک نمایشنامه اجرا کردین که نقش اول دادین به یکی از همشاگردیاتون به نام پیتر فاربریج، که این شخص در واقع همینجور کماکان یکی از همکاران و دوستان نزدیک شما است و دارین با همدیگه کار میکنید. چقدر آقای پیتر فاربریج در موفقیت شما نقش داشته؟ طبیعتا مامان یک دوست. ببینید پیتر تقریبا خیلی جالبه، 11-12 سال از من کوچیک‌تره. وقتی که ما اومدیم دانشگاه یورک، خب من طبیعتا سنم بالاتر بود، یعنی تمام شاگردا هم کلاسه من 10-12 سال از من کوچیک‌تر بودن. ما اولین کاری که کردیم، من یه نمایشی به اسم آدم آدم است مال برشت رو من کارگردانی کردم با زبان الکنم اون زمان، و پیتر نقش اصلی رو بازی کرد. و بعد از اون که نمایش تموم شد به من گفتش که من با این کار بیشتر ارتباط برقرار کردم تو کاری که استادمون کارگردانی کرده بود. این دنیایی اصلا، نوآوریایی که تو این کار کرده بودی و زیبایی که به این کار آوردی منو جذب کرد. بعد همینطور صحبت شد، گفتیم می‌دونی زمانی که تحصیلاتمون تموم شد شاید ما بتونیم کمپانی تئاتری خودمون رو تأسیس کنیم. پیتر میتونم بگم که طبیعتاً چون از من جوان‌تر بود و من سابقه تحصیلات و کارهای تئاتری بیشتری داشتم از ایران، طبیعتاً اون اوایل پیتر خیلی
متکی به من بود، چون من استایلای مختلف تئاتر رو من تجربه میکردم، اینم آشنا شده بود با من کار میکرد. ولی به مرور طبیعتاً این رشد رو در پیتر من میدیدم و طبیعتاً اونم به عنوان یک انسانی که پویا بود این شکل گرفت، یکی از هنرپیشه‌های بسیار خوب کاناداست. اینا طبیعتاً ما ارتباط ما خیلی مهم بود و اون خیلی هم کمک کرد. مثلا همکارتون در واقع خیلی موثر بوده در موفقیتتون و تشکیل شرکت مودرن تایم استیج که اینو درست کردن سال 89. این شرکت رو تقریبا شاید بیشتر از 40 نمایشنامه تا حال اجرا کردید و این یکی از شرکت‌های تئاتر بسیار موفق کاناداست. البته شرکت خصوصی است ولی بودجه هم شما از طرف دولت دریافت می‌کنید براش. آیا دولت در کارتون هم نظارت یا دخالتی احیانا داره؟ ابدا. ما به عنوان یک گروه مستقل تقریبا میتونم بگم 90% گروه های تئاتری در کانادا گروه های مستقلن، یعنی مثلا مثل گروه ما که بعد از تثبیت شدن، یعنی ما اولین شرط اینه که تثبیت بشیم و مورد شناسایی واقع بشیم توسط جامعه تئاتری کانادا، توسط منتقدین، توسط همکارامون، و بعد طبیعتاً وارد مرحله میشه که میتونی تو حمایت دولتی داشته باشی. خب این حمایت دولتی دریافت اون طول کشید، سالها طول کشید که ما به اون مرحله برسیم که ما الان به قول معروف میگن annual funding، ما حمایت سالیانه داریم. اینطور نیست که پروژه به پروژه ما بریم بگیم ما اینو میخوایم، به ما پول بدید میخوایم کار کنیم. یک چیز عمده‌ای که گفتید و خیلی مهمه، ابداً به هیچ وجه دولت کانادا در سه تا لولی که به ما کمک میکنه، لول فدرالش، مرکزیش، مال دولت سرتاسری کانادا است، لول استانی و لول شهر تورنتو، ما از سه تا لول ما حمایت میگیریم. به هیچ وجه، به هیچ وجه اونها از نظر فکری، از نظر فلسفی به ما به قول معروف نگفتن که چه کار باید بکنیم، هیچ وقت دیکته نکردن. تنها چیزی که برای اینا مهمه که تو از نظر آرتیستیک، از نظر هنری بلنگی، به زمانی کارای تولید بکنی که ارزش‌های هنری نداشته باشه، و ارزش‌های هنری هم به وسیله کیا مشخص میشه؟ همکارات، جامعه تئاتری کانادا، منتقدین کانادا که با تو هستن. ولی ابداً به هیچ وجه، چون دارن به تو پول میدن و دارن از تو حمایت میکنن، به تو دیکته نمیکنن که چه نوع کاری رو باید انجام بدی. شما در سرلوحه وبسایت شرکتتون درباره کار مودرن تایم استیج نوشتید که تم‌های تنهایی، رموز هستی، کشف شادی و حقیقت در مرکز فعالیت مودرن تایم استیج، تولیداتی عموماً فرازمانی و فرامکانی، عناصری اصیل فراتر از مرزهای فرهنگی و سیاسی. این چیزی است که شرکت برای آفرینشش می‌کوشد. دور شدن از ایدئولوژی ها و حرکت به سوی زبانی انسانی در میان تمدن های بشری. این به هر حال مانیفست و رسالت شماست برای شرکت. به نظر خیلی آرمان خواهانه میاد. جلوه های عینی این به هر حال آرمانی که شما انتخاب کردید و نوشتید در آثارتون چیه؟ ببینید طبیعتاً اینا تم هایی که در کار من وجود داره، مسئله تنهایی، مسئله رمز هستی. وقتی هم بیشترم نگاه میکنم، دقت میکنم، میبینم که ریشه داره یه مقدار زیادی در فرهنگ خودمون، خیام ما، مولانا ما، حافظ ما، اون عرفان ما، اون رمز هستی. در ضمن میدونید مسئله تنهایی انسان در هستی که به نوعی برای من برمیگرده به مسئله سرگشتگی و گمگشتگی انسان معاصر. برای همینه که انتخابای نمایشنامه‌های من، کارهایی که من دارم، این تم‌ها تم‌هایی که درش قالبه، در انتظار گودوی بکت، تنهایی و انسانه. اخیراً یک نقدی خوندم بر نمایشنامه عروسی خون لورکا به کارگردانی شما با این عنوان: برخوردی با جوهره کانادایی به آثار کلاسیک. عنوان انگلیسیش البته اینه که امیدوارم درست ترجمه کرده باشم، میگه quintessentially Canadian approach to classics. آیا این توصیف به معنی اینه که شما سبک تثبیت شده ای در کارتون دارید که تقلیدی نیست، یعنی مختص خودتونه؟
امیدوارم، یعنی من فکر میکنم شاید موفقیت عروسی خونم در این بود، چون کاری که بارها اجرا شده فیلم ازش هست. خیلی از منتقدین کانادایی وقتی که اومدن کار دیدن، چیزی که براشون جذاب بود من از هیچ جا آریه نگرفتم، از هیچ جا کش نرفتم، سیکونسی از یک فیلم نگرفتم. طبیعتا این خیلی اوریجینال بود، مال خود من بود. و یک بودی دیگه هم که در مورد کانادایی بودنش صحبت کرده بود که بسیار یک سبک کانادایی، اون ادغام گوناگونی فرهنگی از نظر انتخاب هنرپیشه در کار برای کانادایی بسیار جذاب بود، بدون اینکه تبدیل به یک نمیدونم مانیفست سیاسی بشه که من میخوام رنگ‌های مختلف رو صحنه داشته باشم. جوری من آدم‌ها و از فرهنگ هنرپیشه‌های از فرهنگ‌های مختلف رو داشتم که بسیار جذاب و هیچ وقت یعنی تماشاگر و منتقدین فکر نکردم من دارم کاری رو دارم فورس میکنم یا فشار میارم یا دارم یه چیزی رو زور دارم تو کار میذارم. برای همین که دیدن که واقعا خبر این انعکاسی از جامعه کانادا هم هست که یک جامعه بسیار گوناگونه و هنرپیشه های من در عروسی خون تقریبا میتونم بگم از 5-6 ملیت مختلف بودن، من سفید، سیاه، آمریکای لاتین، ایران، ایرانی الاصل، از همه نوع شما. این یک نماینده، یک نمونه. ولی این شیوه و این استایل بر اساس اون چیزی، اون نقدی که من الان براتون گفتم مختص به عروسی خون نیست. و دلیل اینکه شما اینا میگه که quintessentially Canadian approach to the classics، نمیگه به کلاسیک، نمیگه فقط بر عروسی خوبان، این بی‌معنا اینه که در مورد بقیه هم صادقه. اینطوره؟ دقیقاً. آره دیگه، یعنی سبک، یعنی مهر خودتون روی تئاتر شما هست حالا به نوعی. آره دیگه، اگر زیاد به قول معروف چیز نباشه، به قول خودخواهی نباشه و خودستایی نباشه، بله طبیعتاً هست. زبان من زبان مشخص، یعنی همه به من میگن، خیلی از منتقدین حتی تماشاگرای من میگن ما اگر ندونیم که این نمایش تو کارگردانی کردی، وارد سالن بشیم بعد از 10 دقیقه متوجه میشیم که سیگنچرای تو رو میبینیم، کار شماست. حالا بعضی از منتقدان آثار شما میگن که فرم اجرایی شما مینیمالیستی است، شما بیشتر رو عنصر تصویر تکیه دارید و همینطور تاکید بر حرکت بدن هنرپیشهاتون. اولا شما این رو قبول دارید که این نقد درسته؟ مجموعاً بله. زیاد بگم خب اینا چیزایی که منتقدین میگن، مثلا مینیمالیست، آره حد اقل مینیمال کاریم، ولی خب مجموعاً هم خودم رو مینیمالیست نمیدونم، ولی خب آره میدونم دارن چی میگن. یعنی شما به خصوص تاکیدشون روی آثاریه که شما از بیضایی اجرا کردین، آرش و مرگ یزدگرد، میگن که این زبان اساطیریه و منتها نمایش ها بیشتر بر حرکت و نور و بدن شخصیت ها استواره، که اینها یک برداشت دیگه ای، یه طور دیگه این حرف به اصلا نمایشنامه بیضایی رو بزنید. درسته. ببینید شما اینجا همونطور که گفتید به سوال قبلیتون که چجوریه، یعنی این مفاهیم چجوری شکل میگیره، بله اون مفاهیم رو من به عنوان کارگردان فکر میکنم فراگیری من بوده، چیزی که من کشف کردم چجوری من عوامل غیر کلامی ازش استفاده میکنم که یک مفهوم رو صحنه من برسونم، یک مفهوم رو ایجاد بکنم، معنی بدم. در نتیجه بله، عوامل غیر کلامی مثل حرکات بدن، مثل موسیقی، اصوات، نور بسیار مؤثر، بسیار مهمه در کارهای من. و برای همینه که از نظر تصویری خیلی مثلا کار من رو میگن نقاشی صحنه، یعنی من میگن که من نقاشی میکنم. میگم اونقدرم آگاهانه نیست، یعنی من هیچ وقتم نه هر کارگردانی میکنم این نیست که حالا میخوام این کار رو بکنم بشنم نقاشی میکنم. این دیگه جزء طبیعت دوم من شده، یعنی تصویری بودن کار من، عوامل غیر کلامی به همون اندازه عوامل کلامی برای من در تئاتر مهم. حالا شما آقای پارسا در این بحث قدیمی هنر برای هنر یا هنر متعهد شما کجا قرار دارید؟ من اصلا به این نگاهی که به این فلسفه هنر برای هنر، من فکر میکنم هنر همیشه، یعنی اصلا حضور، یعنی وقتی که من شروع میکنم نمایش رو صحنه میذارم، من فکر میکنم یک اتفاق مهمی به صورت که یعنی فراتر از اونه، یعنی اصلا یه جور صحبت این بود که تو هنر من سیاسیه یا نه، من میگم اصلا حضور روبرو شدن تماشاچی و بازیگر رو صحنه
یک اتفاق سیاسیه. من همیشه دارم میگم من در تئاترم پیامی ندارم، پیامی برای بشریت ندارم، چون پیامو کار آدمای مذهبی، رهبران مذهبی و سیاسی میدونم. کار من بیان کردن زشتی ها و کراهت های انسانیه، چیزهایی که منو آزار میده. در نهایت به قول یکی از دوستای من میگه که سهیل، من کارهای تو رو که وقت میبینم یک اعتراضه. بله، من اعتراض دارم، من با کارهام اعتراض دارم به بسیاری از مسائل هستی، به بسیاری از مسائل سیاسی، به اتفاقاتی که داره در دنیا میفته، اون قتل عام هایی که داره میشه، انسان هایی که دارن کشته میشن، انقلاب ها، خشونت ها. کار من در ذهن بسیار ضد خشونته. بر همین مسئله فورگیونس یا بخششی که مطرح کردید تمرکزش در اونجاست. طبیعتاً آره، یعنی وقتی کسی معترضه، کارگردانی که معترضه، در نتیجه هنرش برای هنر نیست. درسته. حالا شما آقای پاسداد تا به حال جوایز بسیار معتبره و زیادی هم بردید در عرصه کارتون، چه اونهایی که برای اجرای کلی بوده، چه اجرایی که به عنوان کارگردان برای شخص شما بوده. از بین همه این جوایزی که گرفتین، کدومشون براتون مهمتره و با ارزش داره؟ طبیعتاً به عنوان یک انسان، به عنوان یک هنرمند، من فکر می‌کنم همه ما شناسایی رو احتیاج داریم. شناسایی مهم، زحمت می‌کشی، دوست داری که کارت مورد شناسایی واقع بشه. ولی به مرور صادقانه بگم، من اینو و هم بر نمی‌دونم خودستایی یا مثلا برای من مهم نیست و اینا نباشه، امیدوارم نشه. الان دیگه زیاد اون جوایز به نوعی زیاد اونقدر برای من مهم نیست، یعنی چون مدت زمانی گذشته. شاید یک زمان اینو به دوستی میگفتم و برای من خیلی مهم بود، گفتم بهترین جوایز که جایزه که من گرفتم برای من اونیه که با مخاطبم ارتباط برقرار کردم. من هر وقت موفق بشم با مخاطبم اون ارتباط تنگاتنگ واقعی رو برقرار کنم، من اونو درگیر بکنم، برای من اون شاید بالاترین جایزه است. ولی خب طبیعتاً حالا دوباره برگردم، بله، من از یک سری جوایزی که از سری کارا، بعضیش برای من عجیب بوده که گرفتم، اصلا انتظارش رو نداشتم. بعضیا بوده که خیلی دوست داشتم بدم. درسته، مثلا برای در مورد عروسی خون من فکر کنم جوایزی که گرفت واقعاً آره حقش بود، یعنی خوب بود، ارزشمند بود. بوده من 8 نامینیشن گرفتی و 6 جایزه شو، یعنی نامزد شد و 6 گرفته. در انتظار گودوم که سال 2008 اتفاق افتاد، کارگردانی کردم، جوایز اونو دوست داشتم، برام جذاب بود. ولی بازم آره، یک دلیل دیگه در مورد جوایز اونقدر من حساسیت نشون نمیدم، چون میدونم چقدر کارهای بسیار معتبر و زیبایی در دنیا میشه و ناشناخته میمونه. برای همینه که فکر میکنم به قول معروف من در جای خوبی قرار گرفتم که این شناسایی رو به من داده میشه، ولی در نهایت زیاد روشم سرمایه گذاری نمیکنم. بسیار خوب. شما سال 2002 که میشه سال 1381 فکر میکنم، و همینطور 2003 سال 82 دو نمایشنامه در فستیوال فجر ایران بردید و اجرا کردید به زبان انگلیسی هر دو، یکی آرش بیضایی بود و یکی مکبث مال شکسپیر. اینا رو با همون تئاتر خودتون، یعنی با بازیگران کانادایی و مدرن تایمز اجرا کردید. بله. بسیار خوب. شما حالا شما نزدیک 20 سال بود از ایران دور بودید، داره برمیگشتید و این تئاتر رو در ایران اجرا میکردید، چی بود احساستون بعد از این همه سال؟ یکی از زیباترین تجربیات زندگی من بود بعد از 20 سال برگشتن به ایران. سال 2002-2003 دوره آقای خاتمی بود که دعوت میکردن و میگفتن که میتونید بیایید کار بکنید. برای من خیلی جذاب بود که آرش بیضایی که از اسطوره ملی ماست، اسطوره ایرانی ماست، به زبان انگلیسی اونجا رو صحنه بره، که نشون بده که چقدر قدرت فراملیتی و فرافرهنگی داره این قصه. بعد از 20 سال برگشتن و در تئاتر چارسو اون نمایش اجرا کردن برای من خیلی جذاب بود، خیلی ایموشنال بود برای من به قول معروف، چون آخرین اجرای من به عنوان بازیگر، من در همون بس از ایران خارج بشم، در تئاتر چارسو بود، من در اونجا کار میکردم و پس 20 سال دوباره برمیگرده در اونجا. و بعد استقبالی که جوانای
ایرانی در اون زمان از کار کردن برای من شگفت انگیز بود. من واقعا شیفته جوانای ایرانی شدم و دیدم که خیلی از نسل ما جلوترن، اون نسل جدید. اتفاقا سوال بعدی من همین بود که آیا ارتباطی با جامعه تئاتری ایران دارید؟ یعنی دنبال میکنید کارشون؟ ارزیابیتون از وضعیت تئاتر امروز ایران چیه؟ 100% من طبیعتا هنوز دوستای بسیار خوبی در تئاتر ایران دارم، باشون در ارتباط هستم به صورت مستقیم و غیر مستقیم. رو اینترنت ممنونم از این دنیای مجازی که اجازه میده که بری و کار ایران رو دنبال بکنی. جدیدن دارم میبینم، من همیشه معتقد بودم در ایران کار خوب داره اتفاق میافته. من همیشه معتقد بودم که ما بهترین آدمای تئاتری رو در ایران داریم، در تمام زمین‌ها، در تمام زمین‌های هنری ما آدمای بسیار موفق و پرکار داریم و جدیدن هم دارم میبینم که چقدر کارهای خوب داره اتفاق میافته. من فکر میکنم که اگر مشکلی در مورد تئاتر ایران هست، اصلا ربطی به جامعه تئاتری و هنرمندای تئاتر ایران نداره. مشکل اون فضا و اون سیستمیه که اینا باش درگیرن. یه جای دیگه هم من گفتم در جایی که عدم اون تداوم وجود داره، یعنی اگه تداوم وجود نداشته باشه، عدم تداوم همیشه باعث از بین بردن هنره. در ایران ما اتفاقات هنرمندای خوب داریم، هنرکارگردانای درجه یک داریم، بازیگرای درجه یک داریم، طراحای درجه یک داریم، ولی هیچ وقت نه اون تداومو ندارن که بتونن مدام جلو برن، خودشون رو تصحیح کنن. چون هنر با تکرار وش میگم، اگر موفقیتی من در کانادا دارم اینه که من مدام تکرار کردم، تمیز میکنم، جلو میرم، وقفه میرم. بعد و اگر اینو از ایران این امکان به جامعه تئاتر ایران داده بشه، من فکر میکنم مثل بسیاری از کشورهای دنیا بهترین ها رو ما تولید میکنیم. خیلی متشکرم. البته اینم بگم از اطلاع بیننده هابون که این در سالن تمرین شماست در تورنتو که داریم این مسابقه رو انجام میدیم. آقای سهیل پارسا، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. خیلی متشکرم. منم از شما سپاسگزارم. خیلی ممنون.